سلام، درود به همه کامیک فکتیای عزیز، حالتون چطوره؟ من عرفان هستم و به خاطر نزدیک شدن به پخش ونوم 2 امروز قصد داریم برای شما عزیزان تاریخچه کارنیج رو تعریف کنیم. فقط قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ این ویدیو، میخواستم بهتون کانال جدیدمون به اسم مگامایند رو معرفی کنم. بعد از بررسی امکانهای بسیار، بالاخره 5 اتفاقی که میتونن باعث نابودی زمین بشن کشف و اعلام شد. آیا به درون یک حفره بزرگ مکیده میشیم؟ آیا یک ستاره ساروی ظاهر میشه و سیارمون رو خواهد سوزوند؟ یا اینکه مرگ زیر پوسته زمین نهفته شده؟ برید توی سنگراتون، چون اینجا 5 از دیوونه‌وارترین اتفاقهایی رو داریم که میتونن به جهان پایان بدن. سلام، به مگامایند خوش اومدید. ما داخل مگامایند هر روز هفته به غیر از جمعه ها براتون ویدیو میسازیم و شما رو با حقایق باور نکردنی دنیا که اونها رو نمیدونستید یا براتون در حالی از ابهام بوده آشنا میکنیم. پس حتما بعد از تماشای این ویدیو به اونجا هم سر بزنید و اگر از ویدیوامون خوشتون اومد با سابسکرایبتون ازمون حمایت کنید. لینک کانال مگامایند رو براتون پایین این پست گذاشتم و آخر این ویدیو هم دوتا از ویدیوهای مگامایند رو بهتون معرفی میکنم. راستی اگر برای بار اولی که به کامیک فکتس هم سر میزنید، اینجا رو هم سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا سایر ویدیوهایی که واسهتون میسازیم از دست ندید. و اگر دوست داشتید میتونید پیج اینستاگرام ما رو هم که آیدیش رو براتون توی دیسکریپشن گذاشتم فالو کنید. خب فکر نکنم حرف دیگه ای باقی مونده باشه. اگر آماده اید برو بریم سراغ تاریخچه کارنیج. Let's go. کلتوس کسدی، مردی که سرانجام تبدیل به کارنیج شد. اون برای اولین بار در مارچ سال 1991 در اسپایدرمن شگفت‌انگیز در قسمت 344 ظاهر شد و اولین حضورش به عنوان کارنیج هم در آپریل سال 1992 در اسپایدرمن شگفت‌انگیز قسمت 361 بود. سازنده‌ها کارنیج رو با این هدف خلق کردن که ورژن تاریک‌تری از ونوم باشه و قصد داشتن که ادی براک میزبان ونوم رو در قسمت 400 اسپایدرمن شگفت‌انگیز بکشند و سیمبیوت ما به زنجیره‌ای از میزبان‌ها متصل بشه. از اونجایی که محبوبیت ادی براک و ونوم افزایش پیدا کرده بود، مارول اجازه نداد که اون کشته بشه و بعد از اون سازنده ها تصمیم گرفتن که شخصیت جدیدی بسازن که کاملا روانیه و برخلاف ونوم هیچ گونه اخلاقیاتی نداره. این شخصیت اساسا قصد داشت که آشوب و خرابکاری به بار بیاره. از نظر خیلی ها شخصیت کلتوس کسدی میزبان کارنیج شباهت زیادی به جوکر داره و خب همین موضوع کافیه که بدونیم اون چقدر میتونه خطرناک باشه. پس اگر آماده اید بریم ببینیم که چجوری این شخصیت به وجود اومده. کلتوس کسدی یک بیمار روانی سادیسمی بود. اون یک فرد مضطرب با یک گذشته تاریک. وقتی بچه بود مادر بزرگش رو از پله‌ها هل داد و کشتش و حتی قصد داشت توی وان حموم مادرش تلویزیون بندازه و اونو به قتل برسونه. اون حتی سگ مادرش رو هم شکنجه داد و بعد هم مثل سگ کشتش. فکر می‌کنم همه این حرفایی که زدیم تاییدی باشه بر روانی بودن این شخصیت. بعد از یتیم شدن کلتوس، اون رو به یتیمخونه پسرا بردن. رفتارهای غیر اجتماعی که اونجا از خودش بروز داده بود، باعث شده بود که بقیه یتیم‌ها ازش سوء استفاده کنن و شروع کنن به اذیت کردنش. یه پیشنهاد دوستانه، سعی کنید که هیچ وقت یک بیمار روانی رو مسخره نکنید، چون اونها ازتون انتقام خواهند گرفت. مثل کسدی که معلمش رو به قتل رسوند یا یک دختر رو انداخت جلوی اتوبوس در حال حرکت چون به اون دختر پیشنهاد دوستی داده بود و اون هم مسخرهش کرده بود. پس هیچ وقت یک قاتل روانی رو مسخره نکنید. کسدی طی سالهایی که توی یتیم خونه بود متوجه شد که زندگی بی‌معنی و بیهوده‌ای داره و بعد از اون قانون هم نمیتونست در برابر کارهایی که می‌کرد حرکتی کنه. وقتی هم که بریم جلوتر میبینیم که کسدی تبدیل به یک قاتل سریالی شده. واو، داستان تازه از اینجا شروع میشه. بعد از اینکه کسدی دستگیر شد، به جرم 11 فقره قتل به زندان جزیره ریکرز افتاد و اونجا با ادی براک هم سلولی شد. براک سیمبیوتی که اون رو تبدیل به ونوم ابرشرور کرده بود رو از دست داده بود. سیمبیوت براک هم خیلی زود برگشت و دوباره بهش متصل شد و به طور ناخواسته زاد و ولد کرد. خب اینجا میایم یه پرانتزی باز کنیم. برای اونایی که نمیدونن باید بگم که سیمبیوت ها توی هر نسل به طور غیر جنسی تولید مثل میکنن. پرانتز بسته. و اینجا بود که سیمبیوت جدید وارد سیستم گردش خون کسدی شد و اون رو به کارنیج تبدیل کرد. کارنیج هم از زندان فرار کرد و زنجیری از قتل ها رو به راه انداخت و سر صحنه همه قتل هاش هم با خون خودش روی دیوار مینوشت کارنیج، که خیلی آزاردهنده و در عین حال شگفت انگیز بود. اون توسط اسپایدرمن پیدا شد، اما اسپایدرمن دید که نمیتونه از پس کارنیج برمیاد، بنابراین به ناچار با ونوم آتش بس کرد تا با همدیگه با کارنیج مبارزه کنند. کارنیج توسط اسلحه فراسوت شکست داده شد و بعد از اون ما احتمالاً مشهورترین داستان کارنیج رو در ماجرای ماکسیموم کارنیج اسپایدرمن داریم. سیمبیوتی که به کسدی وصل شده بود طی ماجرای دستگیریش نابود شد، بنابراین قدرتش رو از دست داد و در پناهگاه ریونکرافت زندانی شد. اون سیمبیوت خون کسدی رو جهش داده بود و اون رو قادر کرده بود که یک کپی از سیمبیوت تولید کنه و از همین طریق از اونجا بره بیرون.
کسیدی بعد از فرارش دوباره خودش رو با اسم کارنیج معرفی کرد و هم سلولیش شریک رو هم آزاد کرد و باهاش شریک شد. اونها در پی قتل‌های پیاپی که توی نیویورک مرتکب می‌شدن، دوپلگنگر، دموگابلی و کارین رو هم استخدام کردند. کارنیج خودش رو پدر اونها می‌دونست، اما در حقیقت اونها کارنیج رو آدم حساب نمی‌کردن و فقط به خاطر ارادتی که نسبت به شریک داشتن توی گروه باقی موندند. اما خب وقتی شمار کشته شدگان زیاد شد، اسپایدرمن، ونوم، بلک کات، کاپیتان آمریکا همگی به هم دیگه ملحق شدن تا جلوی اونها رو بگیرن. نمیخوام براتون این داستان رو تعریف کنم چون میترسم از جذابیتش کم بشه. پس اگر دوست داشتید که این داستان رو هم بدونید، توی کامنت ها به همون بگید که اونو در آینده براتون بسازم. جالب اینو بهتون بگم، یک داستانی وجود داره به اسم ددپول در مقابل کارنیج که توی اون کارنیج به ددپول متصل میشه. خب حالا میخوام بهتون در مورد مرگ فرضی کارنیج یک سری اطلاعات بدم. بعد از اینکه کارنیج در سال 2004 در نیو اونجر ظاهر شد، به مدت تقریبا 6 سال توی کامیکا غیبت داشت و تصور میشد که اون مرده. اما در سال 2010 سریالی چند قسمتی با عنوان کارنیج پخش شد و بازگشت این سیمبیوت رو به تصویر کشید و توی اون سریال قبل از اینکه دوباره به کسدی ملحق شه، به طور موقت به یک میزبان جدید خانم متصل شد. خب از اینا که بگذریم، هممون میدونیم که کارنیج فرزند ونوم و ونوم هم تنها کسی نیست که زاد و ولد میکنه. کارنیج هم سیمبیوت کوچیکی به اسم تاکسین رو به وجود آورده و گفته میشه که اون از همه سیمبیوت ها قوی تره و در واقع یک جورایی هم ترسناکه. اما خب نوبتی هم باشه نوبت قدرت ها و توانایی کارنیج. اون به قدری قدرتمنده که نمیتونیم از همه قدرتاش حرف بزنیم. این سیمبیوت بیگانه وقتی با کلتوس کسدی ترکیب میشه، قدرت بدنی بالایی به دست میاره، قدرتی که از ترکیب اسپایدرمن و ونوم هم بیشتره. این قدرت به اون توانایی تغییر شکل میده و باعث میشه بتونه از هر قسمت بدنش زائده های تارمانند خارج کنه. این سیمبیوت میتونه از خودش اسلحه به وجود بیاره، مثلا میتونه دستش رو تبدیل به تبر کنه. اون حتی میتونه با استفاده از شاخکای سیمبیوتیش افکار افراد رو تغییر بده و بهتر از اسپایدرمن میتونه به سطوح بچسبه و خیلی چیزهای دیگه. خب فکر کنم این اطلاعات پایه‌ای در رابطه با کارنیج کافی باشه و اگر دلتون میخواد در رابطه با اون بیشتر بدونید، بیاین بهتون یک سری از کامیکای معروف اون رو معرفی کنم که از اونا میتونیم به ماکسیموم کارنیج، مینیموم کارنیج، وب آف کارنیج، ددپول در مقابل کارنیج، ونوم در مقابل کارنیج و فصل 11 اولتیمیت اسپایدرمن اشاره کنیم. اون راستی یک کامیک خیلی خفن دیگه هم هست که بتمن و اسپایدرمن با هم دیگه تیم شدن و در مقابل کارنیج و جوکر قرار میگیرن. من که صبرم نیست ونوم جدید رو ببینم، فکر کنم که خیلی خفن بشه و دیگه همین دیگه. این بود از تاریخچه کارنیج. امیدوارم که از تماشای اون لذتی کافی رو برده باشید و اینکه دمتون گرم تا اینجا همراه ما بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، با لایک و سابسکرایبتون از همون حمایت کنید. به میگا مایدم یادتون نره که سر بزنید و تا یک کامیک فکت دیگه، خدا نگهدار.